اما بخش‌های زیادی از سند لو رفته که گفتیم برای فرمانده سپاه پاسداران فرستاده شده و بیشتر شبیه یک دستورالعمل امنیتیه، به مسائل کشتار خونین زاهدان و شخص عبدالحمید امام جمعه اهل سنت این شهر پرداخته. سندی که اگر اون رو در کنار فایل صوتی درس کرده از جلسه امنیتی جانشین بسیج با افرادی در خبرگزاری‌های سپاه بذاریم، نکات مهمتری در اون برملا میشه. پس از نماز جمعه 8 مهر و در پی شروع اعتراضات زاهدان، نیروهای ناجا مردم رو به رگبار می‌بندند. دست کم 92 نفر کشته شدند. طبق صفحه دوم همین سند، برای آرام کردن اعتراضات زاهدان، شورای عالی امنیت ملی و نیروی انتظامی به این نتیجه رسیدند که مولوی عبدالحمید باید دستگیر بشه. اما خامنه ای دستور داده عبدالحمید نباید بازداشت بشه، بلکه باید بی آبرو بشه. این سیاست اتفاقا با فایل صوتی محرمانه ای که ما پیش از این منتشر کردیم همخونی داره. بشنویم. چون بزرگترین ظلم تو جامعه ایرانی الان خودمان تو بین اهل سنت امروز تو ایران و چیزه سیستان بلوچستان، یعنی رفتار کنه با زن دارن تو بخشای بدی بدوی عربستان و بدوی عربستان در اینکه کامران برای شبکی تشریح کرده بودن یعنی از باید اینو مرتب یک باز نه صحبت های قبلی عبدالحمید که اصلا شما نباید بازیگر بشن، نباید تو تلویزیون زن بزرگ بیاد کنن، اصلا نماز نمیدارن بیان بازار درس بخونن، حتی اینا هم رو باز دادن اون تا تابلودار خدا مثلا ازدواجی خود مولوی عبدالحمید در صفحه سوم همین سند نوشته شده که سیاست کلی نظام اینه که فعلا با مولوی عبدالحمید مدارا بشه، اما نوشته تدبیر بر اینه که به تدریج توانایی او سلب بشه. در جایی از فایل صوتی لو رفته سردار قریشی هم مستقیما به امام جمعه اهل سنت زاهدان توهین میکنه و میگه از اول درباره سیستان و بلوچستان اشتباه کردیم. متاسفانه یه خطی از اول انقلاب سیستان بلوچستان کردیم، اولا اون رو هم عرض کردم، اومدیم فکر کردیم اینجا مثل منطقه شیعه نشینه، خانه رو زمین زدیم، مولوی رو بردیم بالا، اینا اصلا آدم حساب نمی‌کردن، اصلا بهشون فراوان دادیم، اینا بعد که فراوان بس شدن به وهابی ها به سعودی ها. در صفحه 23 این سند قرار بر این شده که احتمالاً 600 میلیون تومان دیه به جانباختگان زاهدان پرداخت کنند و در بند بعدی نوشته شده به خانواده کشته شدگان مقرری ماهانه بدن. در سطح قضیه به نظر میرسه این عملی برای دلجویی از کشته شدگانه، اما اگر به فایل صوتی محرمانه ای که چند روز پیش منتشر کردیم گوش کنیم، میبینیم که این نه از سر دلجویی که تلاشیه برای تطمیع زاهدانی ها و به قول معاونت بسیج بدهکار کردنشون به نظام. یه دلیل دیگه من خودم اونجا داشتم گفتم که ما اینا رو بریم پول بهشون بدیم مستمری بگیرشون کنیم، مثلا به اسکی میکنیم که بدهکار نظام میشن، نه یه پولی جایشون کنیم. اگر به صفحه 3 همین سند برگردیم میبینیم که خامنه‌ای گفته کشته شدگان زاهدان باید به 3 گروه معدوم، جانباخته و شهید تقسیم بندی بشن. در همین سند نوشته شده منظور خامنه‌ای از معدوم یعنی مقصر و محارب، و در بند زیرین هم نوشته شده احتمالاً فقط 16 نفر از کشته شدگان شهید محسوب بشن. گفتیم که در زاهدان دست کم 92 نفر با تیر جنگی نیروهای انتظامی کشته شدند. با افشای این سند حالا ما میدونیم که رهبر جمهوری اسلامی نه تنها از جزئیات سرکوب و اعتراضات اطلاع داره، بلکه تمام سیاستگذاری ها با دستور مستقیم او اجرا میشه. در همین گزارش از قول یک فعال فرهنگی نوشته شده در برخی از مناطق استان به دلیل فقر و گرسنگی نوزادان انگشتانشون رو میمکن. مهر تاییدی بر اینکه علی خامنه‌ای به جای پیدا کردن راه حل به مشکلات سیستان و بلوچستان در تلاش برای اثر برداشتن مولوی عبدالحمید امام جمعه ای که خامنه‌ای رو مسئول کشتار زاهدان دونسته، همین هم هست که هیئتی رو برای تذکر به او به سیستان و بلوچستان فرستاده. از میان برداشتن مخالفان به هر قیمتی رویه‌ای که جمهوری اسلامی 43 ساله پیگیری میکنه.